بچا سلام، به ویدیو جدید خیلی خوش اومدید. امروز اومدیم با پارت سوم کتاب نارکو. آیه فی وای چی هستم رضا. بچا هوا کمی سرده، شرمنده، من صدام میلرزه و حرف میزنم. اینجا هوا 3-4 درجه زیر صفر دنسرویس. بچا امروز اومدیم با یه ویدیوی بمب. لایک و کامنت رو حتما بزنید، ساب یادتون نره. بریم ادامه ویدیو. بچا واقعا پارت 2-3-4 کتاب نارکو، یعنی من خودم هر وقت میخونم لذت میبرم. واقعا کتاب قویه بچه، امیدوارم ازش استفاده کنید. همونطور که اول ویدیو هم دیدید، دیگه 3 نفر رو زدم با هم و بریم سراغ توضیحات. بچه نکته اول اینه که اگر بر چیزی تسلط ندارید اجراش کنید. یعنی چی؟ ببینید بچه، این کتاب زبان رومانیایی نوشته شده بود، رومانی، و من خودم ترجمهش کردم. رومانی انگلیسی تقریبا این همه. بچه اینجا مردم و دیگه از ریوایو کردنم براتون فیلم گذاشتم، از ریوایو شدنم. خب اگر بر چیزی تسلط دارید اجراش کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر بر حاد پنجگوشتی تسلط نداری و میدونی به نفعت، اجراش کن، تمرین کن. خب بچه ببینید، اگر به چیزی تسلط ندارید کافیه تمرین کنید. ببین مثلا تو تسلط نداری با اینکه چلاف بزنی، ولی میدونی باعث وین میشه، پس باید اجراش کنی، باید بهش عادت کنی. نمیتونم آهنگ سوسنه، باید بتونی. نکته دوم، جامپ و هیپ فایر زدن خالی باعث کشته شدن پلیر میشه. یعنی چی؟ بچه من خیلی یاری دادم این اشتباه رو میکنن، از نزدیک ایم نمیگیرن. چرا از نزدیک؟ اسلاید جامپ، هیپ فایر، بعد ایم، یکی از کلیچ های کالافه. گیو نباید بگن چون یوتیوب گیر میده. یکی از کلیچ های کالافه که یارو رو قشنگ وان شات میکنه بعد این حرکت، اگر از اول هیپ فایر روش گرفته باشی. خب این یک کلیچه. و اینکه بچه جامپ خالی با هیپ فایر زدن اصلا خوب نیست، چون باعث میشه که انمی راحت شما رو بزنه. اینجا هم تا من دارم حرف میزنم گیم پلی رو ببینید، چقدر قشنگ هر سه تا یارم رو ریوایف کردم و باز شدن که وین بگیریم. اصلا این فایت الکی ندادم. بچه جامپ های فایر زدن خالی باعث میشه که شما همش چپ یا راست باشید، یا بپرید یا رو دیگه، اگه شات کام پلیر باشه یا اسنایپ هم باشه، یه فایر بزنه میخوره بهت، بالاخره یه دونه میسوده، دومی هم میسوده، سومی باز میخوره بهت و تو میبازی. پس این حرکت اشتباهه. 3، بچه سبک بازی باید بر اساس کلاس شما باشه. یعنی چی؟ یعنی تو اگر اسموک بومبر میزنی نفر سوم و اسکواد وایتسا، نرو نفر اول جلوتر از همه راش بده، بذار اولیه که نینجاس بره چون صدا پا نداره، دومیه که دیفندر کور میکنه بذار بره، سومیه تو که توی والهک براشون درست میکنی با اسموک بومبرت، بذار تو چیز باشی، یار سوم باشه. حتما نباید جلوی همه راش بید، یار سوم باشه. بچه همیشه تو اسکواداتون به ترتیب پلی بدید، اول نینجا پلیر، دومی دیفندر پلیر، سومی اسموک بومبر، چهارمی میتونه تریکستر یا مکانیک باشه. مکانیک خیلی رو موقع توصیه میکنم، اصلا بر ندارید، تریکستر باشه که دمش کرد. این دستگاه کولرگازی هم نمیدونم چه مرگشه، همش سر و صدا میکنه اینجا بالا سر ما. بچه نکته چهارم، لطفاً ویدیو رو تا آخر ببینید. این همش ترجمه کردم که شما پلیر بشید، دن سریس هایی چی نمیخونید. الان برگه دستم دارم، از رو برگه دونه دونه میخونم برات، گوش کن. بچه 4، نینجا بهترین کلاس فایت برای شاتگان پلیر هست، چیز بر علیه شاتگان پلیر هست. یعنی چی؟ یعنی کسایی که، بچه یه لحظه من در رو ببندم این صدا نده. نینجا بهترین کلاس برای فایت با شاتگان پلیره. بچه نینجا باعث میشه ازش دور، یه اسلاید جامپ بزنی ازش دور بشی، دیگه رایفلو میتونید بکشی و هر کاری دوستاشی بکنی، یا مثلا نینجا بزنی بالا یه خونه، بالای خونه باش فایت بدی، نینجا رو بزنی به یه آسیا، بزنی به یه موتور که سوار بشی بری، بزنی به یه دراپ. نینجا باعث میشه مثلا اگه شاتگان پلیر بکته یه دراپ رو آبه، میتونی بزنی بری تو دراپ، بعد اومد زیر آب بزنیش با اسنایپر، حالا هر گانی که دست هست. بچه بریم صفحه بعد. این کولر گازی چه مرگ شده امروز، نمیدونم. بچه برای زدن انمی، نکته پنجم، برای زدن انمی یک اسلاید جامپ چپ و راست بزنید، بعدش یه نینجا بک و رایفلو بکنید تو حلقش. یعنی چی؟ بچه ببینید، یارو جلوته، خب یارو جلوت. یک نکته هم بگم بچه ها در مورد ویدیو پارت های بعدی که از نارکو میخوام، از کتاب نارکو میخوام بذارم.
بچه قسمت سوم با قسمت چهارم گاد ترین، یعنی دوتا گیم پلی بعدی گاد ترین نکته های بازی توشونه که خودم به صورت شخصی آموزش دادم. وایس هم لایوه، الان وایس رو دارم رو ادیت میگیرم، ولی اون موقع وایس هم لایوه. رو خود ویدیو میخوام یارو بگم صدامو بک بده، یه جوری صدامو بک بده که بچه ها لایو بفهمن چی دارم میگم، و لایو بفهمن چی دارم میگم. نکته بعدی 6 دیفندر کور و فلج کننده. دیفندر کور و فلج کننده یعنی بچه ها دیفندر رو که میزنید یارو درست موومنت میزنه، ولی شما یه کاوری دارید. بچه ها دیفندر خیلی کلاس خوبیه برای جلوی اسنایپر ها پلی دادن، یعنی تو راحت میتونی جلوی اسنایپر دیفندر رو تو بزنی دراز بکشی پشتش که یارو اصلا فلج بشه و هیچ نتونه دمیجت هم بده، یا مثلا میتونه آرمور بکش بزنه، خیلی کلاس خوبیه. 8 یه اسلایت چپ و راست استفاده کن و کم و چی نوشته بچه اینجا نارکو، اسلاید چپ و راست استفاده کن که باعث وین میشه. آها بچه ها همون نکته یه که خودم دست نکته پیش گفتمش، بازم تو نکته ها بود، اینجا نمیدونم چرا تکرار شده. 9 تیریکسر، آها بچه گفته باعث وین میشه، منظورش این بوده موومنت بزن تا لحظه که یارو تیر تموم میکنه بعد ایمتو بگیر روش آخرای بازی، چون یک نفر مونده، اگر یک نفر مونده بود البته. بعد بچه ها 9 تریکستر، این کلاس بچه ها باز میشه دوستان دو تا نسخه فیک، دو تا نسخه کپی فیک از خودت به یارو تحویل بدی و بزنیش. یعنی چی بچه؟ ببینید وقتی تریکستر میزنید هم جلو اسنایپر هم جلو رایفل، جلو هر گام پلیری کلا شاتگان اسنایپر رایفل، جلو هر کی که جلوت خواد میخواد بزنتت کم نمیارید. تریکستر بچه ها بهترین حالتش اونجاییه که وقتی اسلاید زدی تریکستر بزنی، وقتی اسلاید زدی تریکستر بزنی سرعتت 5 برابر میشه برای جامپ بعدی، و اگر اچست دستت باشه میکوبی تو حلقه یارو. حالا تو پارت چهارم خودم به صورت شخصی وان وی وان توضیحش میدم، یعنی یه نفر میارم وان وی وان روش اجرا میکنم، بعد از دید اونم گیم پلیشو میذارم که ببینید این نکته هایی که میگم واقعا به درد میخوره یا نه. 10 باید به چپ و راست جامپ اسلاید بزنی و کم کم تیر بزنی. حرفی ندارم، دیدم من خودم این بغل دوست ندارم، حرفی ندارم من دیگه، حرفی دیگه ندارم. آخری خودکشی کرد دیگه، امیدی نداشت دیگه، خودکشی کرد، اون امیدی نداشت.